آهان، اعتقاد دارم به این که علیت یک اصلیه که نیاز به آموزش داره. پس مقایسه بین اندیشه دکارت و اندیشه فلاسفه مسلمان در باب نظریه علیت بشه نکته شماره 11 مون. بله، پس یادت باشه دکارت علیت رو یک اصل فطری میدونه که به دلیل و منطق آموزش نیاز نداره، ولی فلاسفه مسلمان اون رو اعتقادشون بر اینه که نیاز به آموزش داره. این از این. از اون ور نکته شماره 12مون هم همینجا مطرح کردیم در باب این که آقا از نظر دکارت یادم باشه بنویس درک اصل علیت و بنویس درک مصادیق علیت. درک اصل علیت و درک مصادیق علیت، این رو بگیریم به عنوان نکته شماره 12مون. آقا درک خود اصل علیت بی نیاز از تجربه، یعنی به حس و تجربه نیاز نداره، ولی درک مصادیقش نیازمند تجربه. برای درک مصادیقش ما به تجربه نیاز داریم. این شد نظریه دکارت در باب اصل علیت. خیلی خوب، برو صفحه بعدش در باب دومین اندیشه تجربه گرایان امپریست ها. آقا امپریست ها چی میگن؟ امپریست ها میگن اصل علیت یک اصل تصنعیه، میگن ساخته ذهن انسانه. اینو یادت باشه. پس سمت راست امپریست ها یادداشت کن علیت ساخته ذهن انسانه. اینو از این حواستون باشه. و اون رو حاصل چی میدونن؟ میگن از طریق حس قابل اثبات اصل علیت. دوتا چیزی که پای سر هم میان، ما ذهنمون میگه که بین اونها یک رابطه وجود داره، اسمشو میذاریم رابطه علیت. یعنی اگر گفت کیا اصل علیت رو از طریق حس و تجربه اثبات میکنن، میگید امپریست ها. پس نکته شماره 13 رو بیاین تو همین صفحه بهتون بگم و بنویسید. یه آکولاد وا کنید برای دوتا جمله. تو جمله اول بنویسید اثبات علیت از طریق عقل، اثبات علیت از طریق عقل. تو جمله دوم بنویسید اثبات علیت از طریق حس، اثبات علیت از طریق حس. اثبات علیت از طریق عقل رو بنویسید دکارت، از طریق حس رو بنویسید امپریست. امپریست ها از طریق حس میان اون رو اثبات میکنن. فقط دور لغت توالی هم یه دایره بکشی. لغت توالی که اینجا برام آورده خیلی مهمه. سومین نظریه برمیگرده به دیوید هیوم، اون رو هم علامت بزنی. دیوید هیوم کسی بودش که اصل علیت رو انکار میکرد. بله، دیوید هیوم کسیه که اصل علیت رو انکار میکنه. پس برای دیوید هیوم یادداشت بفرمایید انکار علیت. اگر گفت چه کسی اصل علیت رو انکار میکنه، میگید دیوید هیوم. اینو یادتون باشه. فقط دو تا واژه رو دلم نمیخواد با هم دیگه قاطی کنید به عنوان نکته خاص شماره 14مون. حال کلید واژه دینی میخوام این قسمت رو درس بدم.
اگر تو تست کنکور لغت تداعی رو دیدید، فرق داره با لغت توالی. کلید واژش بکنم، لغت تداعی رو دیدی برمیگرده به اندیشه.